معتقد به دیپلماسی عمومی هستیم که میتونه به جای دیپلماسی رسمی و سیاسی واقعا در خیلی از عرصه‌ها بازیگری بسیار مؤثر و پایداری انجام بده. حتما در عرصه دیپلماسی عمومی دیپلماسی گردشگری جایگاه ویژه داره. چرا؟ به دلیل اینکه متعلق به همه مردم دنیاست. همه مردم دنیا حق دارن گردشگری کنن و از همه جای دنیا بازدید کنن. علی‌رغم همه تبلیغات ایران هراسی که در مورد کشور ما داره صورت میگیره، باز نظرسنجی ها و پیمایش ها حاکی از اینه که مردم دنیا همه علاقه مندن که بیان ایران. اگر موانع از پیش پای اونها برداشته بشه و سختگیری های سیاسی صورت نگیره، از هر جای دنیا میخوام میان ایران رو ببینن. من خودم مرتب با گردشگرای خارجی وقتی که بازدید میکنم از مراکز گردشگری مون صحبت میکنم، اصلا با صراحت میگن که اون چیزی که امروز ما تو ایران دیدیم با اون چیزی که رسانه های ما در مورد ایران میگن زمین تا آسمون متفاوته. ایران جایگاه برجسته‌ای در گردشگری داره، یعنی مزیت های نسبی ما به لحاظ بعد فرهنگی و تاریخی، به لحاظ بعد اکوتوریسم، بعد گردشگری سلامت و بسیاری از ابعاد دیگر گردشگری جایگاه ویژه‌ای داره. ما فعلا اولویت رو برای کشورهای همسایه تعریف کردیم در وهله اول. حل مشکلاتی که در واقع مانع برای گردشگری کشورهای همسایه، مرحله بعدم کشورهای مجاوره. اگر ما گردشگری زمینی رو بتونیم مشکلاتش رو حل کنیم که از نظر ما مشکل خاصی نداره، تسهیلات مربوط به روادید از طرف ما آغاز شده و یه مقدار مسئله راه‌های اونا رو داریم که وزیر راه تاجیکستان میگفت که بخش‌های یه مقدار مشکلات مسیر و راه وجود داره که کیفیتش پایینه ولی قابل اغمازه. خب اگر این مسیر بیاری خدا به زودی بتونه آغاز به کار کنه، خب خیلی راحت زمینی هم گردشگرها به صورت جمعی هم آحاد مردم به صورت فردی میتونن با ماشین شخصیشون برن تا تاجیکستان. اونجا هم زبان فارسیه، مزیت نسبی دو کشور زبان فارسیه. اونها هم متقابلا خیلی علاقمندن که بیان ایران، نقاط زیارتی رو ببینن، ایران رو ببینن. ارزان قیمت هم هست. البته ما انشاءالله 23 خرداد مجدداً پرواز ایرانیر بین تهران و دوشنبه راه اندازی میشه. خیلی وقت بود که این پرواز تعطیل شده بود، فقط ما پرواز تاجیک داشتیم به ایران، ولی پرواز ما 23 خرداد راه میفته. خود این کمک میکنه به این ارتباط. گردشگری دریاییمون رو به سرعت داریم تقویت میکنیم. مهمترین مسائل ما سوخت شناورا بوده، این رو حل کردیم. کمک میکنیم به در واقع بهای تمام شده سوخت، اینا رو در دولت مسبب کردیم و در آینده نزدیک یک فراخوان جدی از شرکت‌های صاحب شناورهای تفریحی و کروزها می‌کنیم. در ایران هم هستن چند تا که ما مسائلشون رو حل کردیم، دارن اوورهال میشن، آخرین مراحلشون رو می‌گذرونن. خب گردشگری دریایی تقریبا تو ایران صفر بوده در سال‌های قبل، به خصوص بین کشورهای منطقه. انشاءالله راه اندازی بشه، کشورهای منطقه از طریق گردشگری دریایی هم ارتباط خوبی خواهند داشت. ما تو برنامه قطر، مسابقات جهانی قطر که برنامه‌ریزی مستقل براش داریم، روی گردشگری دریایی و انتقال گردشگر از دوحه به جزایر خودمون که یه زمان 4-5 ساعته بیشتر نمیبره، الان داریم برنامه ریزی میکنیم. بنابراین سیاست ما تقویت گردشگریه. معتقدیم هر چقدر این بود تقویت بشه، مردم دنیا به هم نزدیک میشن. مردم دنیا که به هم نزدیک بشن، اجازه نمیدن که بعضی رهبران سیاسی برای اونا تعیین تکلیف بکنن و راه های ارتباط رو بخوام ببندن. وقتی راه های ملت ها تقویت میشه، دولت ها هم مجبورن که تمکین کنن. امروز راهبرد جمهوری اسلامی اینه و تلاش میکنیم زیرساخت های گردشگری رو به نحوی انشاءالله تقویت بکنیم که بتونیم رابطه ملت ها رو از طریق گردشگری تقویت کنیم و بسیاری از اختلافات و موانعی که پیش پای ملت ها هست از طریق گردشگری انشاءالله برداشته خواهد شد.